الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببینیم آقای خمینی چی میگوید. هم مسائل بالاتر میفهمند و اخص خواص هم مسائل فوق اون را میفهمند، لیکن انما یعرف الکتاب ما خطب به. ما خطبا به هیچی. اولا این حدیث نیست آقای خمینی، اینما یعرف شیعه ها، همه مولان شیعه همین حرف رو تکرار میکنن. این مسئله ما خطبا بهی اصحاب محمد هست که بهش ایمان آوردن. یعنی امام بهرودی که از مادر متولد نشده چطوری خطبا بهی قرآن اونو مخاطب قرار داده؟ اولین مخاطبانش شاگردان و پیغمبران، همونهایی که 23 سال به پیامبر ایمان آوردن، در رکابش جنگیدن، اسلام منتشر کردن، همونهایی که خاری هستن در چشم شما ها و تکبیرشون میکنید. این خطبه بهی که شما میگه یه دجالگری بیش نیست، یه دروغ بیش نیست. قرآن فقط ائمه 12 شیعه رو که خودشون هرگز ادعای امامت نکردن مخاطب قرار نداده، جز علی و حسن حسین که بچه بودن اون موقع. علی مثل بقیه اصحاب پیغمبره و مورد خطاب قرآن قرار گرفته. بزرگان مهاجرینی از اشعره مبشره. هیچ کس نمیتونه بفهمد این کفر صریحه. اینکه هیچ کس نمیتونه قرآن بفهمد این کفر صریحه. این دلالت بر جهل این آقا میکنه، دلالت بر عدم معرفت و شناختش از قرآن و از اسلام میکنه. الکی سنگ اسلام به سینه میزنه، جز غلو و افراط چیزی برات نیست. این که پیغمبر، هر کس که بخواد پیغمبر را بشناسد قرآن را باید بشناسد و هیچ که نمیتوند بشناسد. کفری بالاتر از این، هزیانی بالاتر از این، دور باطلی بالاتر از این به قول خودشون که فلسفه خونده. هر که پیغمبر را بخواد بشناسه قرآن را باید بشناسه. قرآن قابل فهم نیست دیگه، چی میخواهید؟ آیا شارون و نیرون و نتنیاهو نمیدونم بقیه دشمنان اسلام اینطوری با این دجالگری میتونن با اسلام بازی کنن؟ چرا ما میگم صفیونیسم مدعی تشیع از صهیونیسم خطرناک تره؟ بلکه ابای اسلام پوشیده، قرآن قابل فهم نیست. آیه برقعی رو بردن خدا رحمتش کنه دادگاه تو امین، گفت که ازش پرسیدن نظرتون راجع به آقا چیه؟ گفت من حرف خود ایشون رو قبول دارم، من حرف مردم راجع به ایشون قبول ندارم. ایشون چه میفرمایند؟ قاضی که هر لحظه میتونه اعدام کنه به زعم خودش، البته قاضی خونخوار اوین. ایشون چه میفرمایند؟ ایشون میفرمایند قرآن قابل فهم نیست، همین حرفی که الان میزنه. ولی یهود و نصارا میگوند قرآن قابل فهم است. حرف یهود و نصارا بر حرف آقای خمینی ارجحیت دارد، قرآن قابل فهم است. این قاضی قه 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 شروع کرد خندیدن، شروع کرده خودش خود آقای برقی این بر من تعریف میکرد و اینو من هر لحظه میتونم اعدام کنم، چطور اینطوری حرف میزنه؟ لیکن مرگ و زندگی دست خداونده. آیا جنایتی بر علیه قرآن بهتر از این میشه انجام داد که قرآن قابل فهم نیست؟ خداوند میگه قرآن آسونه، اینا میگه قرآن قابل فهم نیست و رسول خدا هم شناخته نمیشه. آخه تو از کجا شناختی که رسول خدا شناخته نمیشه؟ رسول خدا که شناخته نمیشه چه اتمام حجتی داره بر مردم؟ قرآن میگه یعرفون حکما یعرفون ابناءهم. اینقدر بیسواد از قرآن. یهود و نصارا پیغمبر رو مثل فرزندانش میشناسند، این آقا میگه مسلمان ها پیغمبر رو نمیتونن بشناسند چون که قرآن نمیشناسند. با این هپروتی که درست کرده، پناه بر خدا. بلازه هیچ که پیغمبر رو هم نمیتونن بشناسند. و جالب اینجاست که مقلدانش نکه اینا این موهومات که میگه اونا هم چیز میشن، شاد میشن، اوه آقا چقدر علم داره. معرف ایشون کتاب خودشون است و معرف حضرت صادق سلام الله علیه بعد از اینکه خود پیغمبر معرف است، خود وجودش معرف است،
این فقه نیست که با زبان ایشان بس پیدا کرده است. آقا با این صغرا کبراهایی که داری میکنید، این فقه شما ها مثل اهل کتاب که دینشون رو خوردن، شما خوردید این فقه شما درست کردی. به او صادق است و شماها کاذب. امام جعفر صادق یک فرد مسلمان موحد اهل سنت و جماعت بود، مثل بقیه ائمه مسلمین، مثل بقیه علمای مسلمین. شما اید که هزاران دروغ به اسمش درست کردی. این فقه شما اینه که فقه دست شما رسیده که با بچه شیرخواره مفاخذه کنید. این فقه جعفر صادق شد. جعفر صادق قائل به صیغه، قائل به شرک، قائل بینه که پیغمبر شناخته نمیشه، قائل بینه که قرآن شناخته نمیشه. این کفرها رو جعفر صادق خاکم به دهن میگوید. لیکن شماها چون مغزتون پر از غلو و افراط و تفریط، قدرت فهم رو از دست دادید، دلتون کور است. که برای احتیاج بشر از اول تا آخر هر مسئله پیش بیاد، مسائل مستحدثه، مسائلی که بعدا چرندیات، همه چرندیات، مسائل مستحدثه.